سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که از میان یک جهان و چندین صدا، صدا و تصویر ما رو در این لحظه از زمان انتخاب میکنید که قطعا اعلام امتنان دارم. برنامه امشب پنجشنبه دهم شهریور ماه ایرانی برابر با یکم سپتامبر 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتا برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. در واقع کاوش و خانشی خواهد داشت بر بین سطور رسانه های چاپی تهران که عمدتا هر یک از این رسانه های چاپی خود انعکاس دهنده بخش های سیاست های جناح‌های داخلی ذیل حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش. خب در برنامه امشب جدایی از اینکه خب دو سه چهار موضوع به طور مشخص بین همه رسانه‌ها تکرار شده، یکی درگذشت آقای گورباچوف بوده که از منظر مختلف روزنامه‌ها با هم پرداختن که من احتمالاً در وقتی که خواهم داشت عمدتاً به تیترهایی که ادا و بیان کننده معانی متنی هست رو یه مرور سطحی خواهم کرد، چرا که خب دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به آقای گورباچوف و سیاست گذاری های ایشان. به هر رویشون به نحوی از آنها منفوری در شرق شد و محبوبی در غرب شد به خاطر نوع سیاست گرایی و کنشگری که صورت داد و شوروی در آستانه بحران رو به سبک دیگری مدیریت کرد، خب مورد تحلیل های مختلف قرار میگیره. ضمن اینکه در خود ایران هم یک خاطره نوستالژیک سیاسی نسبت به این شخصیت روسی وجود داره، ضمن اینکه همزمان هم که با شما صحبت میکنم بخش دیگری از مطالبی که خیلی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن حضور آقای امیر عبداللهیان در روسیه هست و دیداری که با لاواروف داشت. علی حال مجموع مطالب در رابطه با برجام و همینطور پیاده روی 40 و سایر مسائل در روزنامه های چاپ تهران جایی داشت و به چشم میومد. من میخوام امشب روزنامه به روزنامه جلو برم و مهمترین موضوعی رو که میبینم خیلی از روزنامه های دستراستی به آن پرداخته اند با ادبیاتی خیلی به تعبیری بزرگ نمایانه، نقش میانجی که جمهوری اسلامی مدعی شده آقای مکرون در پاریس از اینها خواهش و التماس کرده که شما بیاید مثلا بحران اوکراین رو بین ما و روس ها درمان کنید، حل کنید. همون برنامه که من دیشب هم به نقل از آقای امیر عبداللهیان یه گوشه از اون رو نشان دادم که اتفاقا بد نیست در تایمی که میبینم دوباره اون تکه رو ببینیم. برخی از طرفهای اروپایی از جمهوری اسلامی ایران درخواست دارن که در بحران اوکراین وارد بشه و کمک کنه به کاهش درگیری ها و بازگشت شرایط در میز مذاکره و توقف جنگ. لذا یکی از اهداف اصلی سفر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان این وضعیت در اوکراین هست. امیر عبداللهیان را در این سفر خب گوشه های از اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو مجددا میدیدیم که ایشون اشاره میکنه. البته روزنامه های امروز تهران همگی به انعکاس اون پرداخته بودن که آقای مکرون یعنی رئیس جمهور فرانسه از جمهوری اسلامی تقاضا کرد که مثلا نقش میانجی رو بر عهده بگیری که شما الان میبینید در وطن امروز با همین زمینه و مضمون. در گزارشی تحت عنوان مکرون دست به دامن ایران، بسیار تلاش داشت که به نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تغییر معادلات سیاسی در حوزه های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بکوشد، نشان دهد، اونو برجسته کند. اتفاقا بیمیل نیستم چند روزنامه های دستراستی رو ببینیم، چرا که من یک هدفی هم دارم که میخوام یک قیاس تاریخی بکنم که اساسا چرا رسانه های دستراستی، اساسا چرا جمهوری اسلامی این میزان تلاش دارد که از یک نقطه اقتدار پوشالی برجسته سازی های بسیار کند. در همین رابطه و با همین زمینه و مضمون روزنامه کیهان رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان سیاست خارجی عزتمندانه اروپا دست به دامان ایران شد، به همین سفر آقای امیر عبداللهیان به روسیه اشاره داشت. قدس، دیگر روزنامه ی آستان قدس رضوی که خب تماما یک روزنامه دستراستی است. این روزنامه‌ای که من دارم نام میبرم اساسا ستایشگر ارکان قدرتن یا به تعبیری دیگری نظام نوازانند. اینها اصولا
تحلیلی ندارن که مثلا تورم نقطه ای در کشور در چه وضعیتیه، بحران زیست بوم در چه وضعیتیه، به اینها خیلی نگاهی ندارن و اساسا میگویند که همه چیز عالیست زیل نظام نظامیان و زیل نظام فقیهان و زعیمان. قدس یکی از اونهاست که شما میبینید میانجیگری ایرانی در جنگ اروپایی، خب طبیعتا از نقش برجسته سیاست گذاری دیپلماسی خارجه اشاره میکند که البته من با بازخوانی بخشی از این تیترها دنبال یک هدف تحلیلی هستم که میگم عصر ایرانیان خب یک روزنامه دسترسی است که عمدتا با طیفی از سعید جلیلی ها مدیریت میشه، از نقش راهبردی ایران برای حل منازعات جهانی سخن گفت و آقای لاواروف و امیر عبداللهیان رو همدوش و همنشین هم نشون داده بود. البته من این نکته رو اشاره کنم که از روسیه‌ای که اینها روسوفیل شدند و روسیه نوازی میکنند و خیلی از این منظر که امیر عبداللهیان مثلا لاواروف داره همدوشی میکنه و به عنوان حل منازعات جهانی نام میبرند، اساسا اون نقطه حباب‌وار و حالگونی از قطب قدرت روسها بر زمین و بعد در دنیا مانده است، نه اون دو قطبی که جمهوری اسلامی تلاش میکند با برجسته سازی مفهوم دو قطبی جنگ سرد خودو در کمپ یک قطب قدرت ببینه، چرا که اساسا روسیه در برابر کشورهای اروپایی و جهان غرب و امریکا اون قدرت متصوری رو که برجسته شده بود رو اساسا ندارد و نمونه بارز شکست پذیری و باطل بودن قدرت کشور روسیه در مقوله جنگ اوکراین است که به بیش از 5 ماه کشیده که ما میبینیم کماکان در یک کشور کوچک همسایه هممرز به چنین روزهای سختی گرفتار آمده. خب این همه روسیه نوازی و روسیه ستایی و امیر عبداللهیان و همدوشی ها با آقای لاواروف در حالی است که در سوی دیگر ماجرا من اشاره کردم در برنامه دیشب، امروز برخی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند، نقش مداخله گرایانه مستقیم جمهوری اسلامی در مقوله اوکراین عملا یا سیاست های عدم تشخیص و عدم شناخت درست غربی ها و مکرون رو از سیاست های بازیگرایانه و استانداردهای دوگانه جمهوری اسلامی نشان میدهد. البته اگر فرض رو بر این بگیریم که واقعا مکرون این چیزی که اینها میگن خواهش کرد یا التماس کرد، که من باور ندارم، محتملا در حد یک توصیه یا سفارش بوده باشه که بحث بحران انرژی رو بتونن مهار کنن. در هر روی اگر به تعبیری تقاضا از جمهوری اسلامی برای کاهش تنش در مقاله اوکراین از سوی غربی ها صورت گرفته باشه، بخشی از این ماجرا ناشی از عدم شناخت درست این کشورها از سیاست های ضعیف، ذلیل و بازی گرفته شده در زمین روسیه است. چرا که الان شما صبح امروز رو میبینید از پشت پرده سناریوی همون ماجرای پهپادهای ایرانی در روسیه سخن میگوید. بدین روی من میخوام اشاره کنم که اساساً جمهوری اسلامی، اساساً نظامی که تماماً سیاستهای خودش از پادگان رو در اختیار روسها قرار میدهد تا قرآن جعلی رو رهبری نظام از پوتین هدیه میگیرد، این میزان ضعف و ذلیل در زمین روسها بازی کردن و سویه سیاسی داشتن، جهت به نفع روسها داشتن، این نمیتواند به عنوان نقش میانجی کشوری که عملا بین دو کشور جنگ در حال تخاصم ما میبینیم که پهباد به روسیه میدهد و حتی گزارش هایی از نقش حمایتی و مساعدتی مستطری هم مثلا تجمیع و همینطور سازماندهی کردن برخی از نیروهای چریکی از سرزمین های داغستان و چچن هم مطرح شده، البته تایید نشده که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بخشی از این نیروها رو به نفع سربازان روسی در زمین اوکراین برده و خب این نقش آفرینی عملا ناقض نقش میانجیگری بیطرف هستش. یکی دو تا روزنامه رو با همین زمینه میبینم، شما رو میبینید خراسان، همه روزنامه های دسترسی خواهش مکرون از رئیسی، همون مطلبی که شما در آغاز برنامه دیدید که اینها مدعی هستند وزیر خارجه ایران در مسکو خبر داد که حامل ابتکار صلح و پیام یکی از سران اروپایی درباره اوکراین به روسیه هستش. البته خب رسانه ها همزمان از درخواست مکرون از رئیسی به منظور میانجیگری در بحران اوکراین خبر دادند.
خب همون گونه که شما میبینید و همون گونه که اشاره کردم بسیاری از روزنامه ها در رابطه با میانجیگری ایران در جنگ اوکراین نوشتن و این رو به مثابه یک نقطه قدرت در سیاست خارجه و تاثیرگذاری سیاست های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی تلقی کردن که الان روزنامه تجارت رو هم میبینم، البته تجارت با یک زمینه و مضمون دیگر به مقوله برجام پرداخته بود. خب در حالی بسیاری از روزنامه ها و حتی امیر عبداللهیان و شخصیت های جمهوری اسلامی از احتمال احیای برجام و یا عدم احیا، البته از عدم احیا دیگر سخن نمیگویند، احیای برجام خیلی قطعی شده، مطلب می نویسند که می دیدم آقای جوزف بورل هم مجدد اظهار امیدواری کرده و گفته که جوابهایی رو که از دو سوی ماجرا یعنی امریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده جوابهای امیدبخشی بوده. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که برجام ظرف روزهای آینده احیا شود. این در حالی است که همون گونه که اشاره کردم وزیر خارجه ایران میگوید تهران خواستار تضمین‌های قوی تر آمریکاست. البته جمهوری اسلامی دیگر بیش از این نمیتواند کاری بکند جز اینکه در حد دیپلماسی کلامی خواهان تضمین بیشتر شود و به حداقل‌ها در نهایت و در غایت قناعت خواهد کرد. جوزف بورل که برای حضور در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به پراگ سفر کرد این ابراز امیدواری رو ناشی از آن دانست که پاسخهای معقولانه ای از سوی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به متن نهایی این اتحادیه دریافت کرد. او در پاسخ به خبرنگاران گفت که امیدوارم که ظرف روزهای آینده این لحظه حیاتی رو از دست ندهیم و بتوانیم به توافق دست پیدا کنیم. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تصریح کرد واضح است که مبنای مشترکی وجود دارد که می توانیم به توافقی مبتنی بر پاسخ دادن به نگرانی های همه طرفین دست پیدا کنیم. خب همون گونه که اشاره کردم در حالی آقای جوزف بورل از احتمال احیای برجام سخن میگوید که مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای امیر عبداللهیان از ضرورت ارائه تضمین های قوی تر از سوی امریکا سخن گفته. یکی از این تضمین ها چیزی که جمهوری اسلامی دنبال آن هست و در اکثر شبها به اون اشاره کردیم، جمهوری اسلامی یک تقاضای غیر متعارف و نمیتوان گفت به لحاظ محتوایی فرابرجامی است، اما واقعا فرابرجامی است، در قالب برجام نیست. چرا که ایشون یعنی جمهوری اسلامی از ایالات متحده، از سازمان بین المللی انرژی اتمی به طور مشخص رافائل گروسی، از اینها میخواد که بحث پادمانی باید کاملا بسته بشه و دیگه ورود پیدا نکنند و هنوز تا این جای کاری که من با شما صحبت میکنم در این رابطه تضمینی ارائه نشد، اما جمهوری اسلامی در صدد اخذ تضمین هست که این سه نیروگاه آلوده شده به اورانیوم مشکوک بایستی پروندهش کاملا بسته شه. در غیر این صورت جمهوری اسلامی مجددا چه بسا به تعبیری نقض تعهدات بکند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنه با سایر مطالب منتخب. کماکان اهداف جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل مورد حملات قرار میگیرد و دیدم خیلی از رسانه‌ها با آن هم پرداخته بودند. به طور مشخص دمشق و حلب تازه ترین مکانهایی بودند که از حملات موشکی اسرائیل ایمن نماندند. مقامهای نظامی سوریه گفتند که این حملات خسارت مادی بر جای گذاشت ولی تلفات جانی نداشت. این در حالی است که می‌دیدم خبرگزاری تسنیم و خیلی از روزنامه‌ها نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع میدانیشان نوشتند که هدف حملات به فرودگاه‌های دمشق و حلب فرود یک هواپیما بوده است که گفته شده هواپیمایی ماهان بوده که اساساً سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از این هواپیمایی و هواپیما در راستای گسترش اهداف تروریستی فرامنطقه‌ای خود استفاده می‌کند. بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع اسرائیلی اشاره می‌کردند که هدف حملات به فرودگاه حلب جلوگیری از فرود دو هواپیمای ایرانی بوده است. آره اینم یکی دیگر از نشانه های اقتدار جمهوری اسلامی و نظامیان سپاه هستش که حتی امکان فرود و نشاندن یک هواپیما در با یک کشوری که تمام قد برایشان به تعبیری جان و مال هزینه کردن تا رئیس خودکامش باقی بماند میبینیم که این اندازه قدرت هم ندارد، اما مدعی قدرت حد اکثری در منطقه است. من وقت زیادی ندارم، میخوام یک نگاهی به چند روزنامه داشته باشم چرا که تنوع موضوعی در روزنامه های امروز زیاد بوده. روزنامه آرمان امروز رو میبینم، خب منهای بحث آقای گورباچوف که بعد به اون میخواهم پرداخت. آرمان امروز در گزارشی تحت عنوان کاهش سرعت اینترنت جنایی شد به تازه ترین تصمیمات دولت ابراهیم رئیسی در رابطه با محدودیت و همینطور تهدید و محدودسازی پهنای اینترنت در ایران پرداخته بود
در این رابطه تیغ تیز انتقادها خب طبیعتاً به سمت وزیر ارتباطات ایران هستش که به دلیل کاهش سرعت پلتفرم های مثل اینستاگرام تحت فشار رسانه‌ها و برخی از مسئولان سابق قرار گرفته. آقای عیسی زارپور وزیر ارتباطات آقای رئیسی در گزارش عملکرد یک ساله اش از دستکاری های تعمدی در پروژه های وزارت ارتباطات و دستگیری تعدادی متهم خبر داد. او که بخش عمده برنامه‌اش برای توسعه سرعت اینترنت در کشور رو بر ایجاد شبکه زیرساخت فیبر نوری قرار داده، در تشریح اینکه منظورش از دستکاری و تخریب تعمدی زیرساخت‌ها چه هست در گفتگویی که داشته گفته که منظور او از عمدی بودن دستکاری‌ها در وضعیت اینترنت که چند پیش به رسانه‌ها گفته بود همین آتش‌سوزی‌های اخیر بوده که پیرو آن چند نفر مخرب دستگیر شدند. وزیر ارتباطات تأکید کرد قصور برخی افراد در حادثه پیش آمده محرز است و نوید این رو داد که پیگیری و تفحص در این مورد ادامه یابد و در مورد آمدانه بودن یا نبودن حادثه وزارت ارتباطات در حال تغییر است. در هر صورت کنترل شهروندان و امنیتی کردن حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ایران از سوی جمهوری اسلامی، محدودسازی اینترنت از ارکان و از آرمان نظام جمهوری اسلامی است و نمیتوان به این دولت یا آن دولت تقلیل داد. اساساً سیاست‌گذاری های سطح کلان نظام هستش که خب در یک مکان مشخص به نام بیت رهبری با اراده یک شخص مبنی بر آقای خامنه ای شکل میگیرد که اساساً هر گونه تبادل و تعامل فرهنگی رو بین جامعه ایران و دیگر ملل عالم به مثابه تهاجم فرهنگی یاد میکند و نهادهای دولتی تحت امر نظام مثل وزارت ارتباطات طبیعتاً ذیل منویات و مکنونات و خواستهای رهبری نظام مجبور و ملزم به ایفای نقش هستند و بدین روی این یک سیاست کلی است که همواره در صدد محدود کردن شهروندان ایرانی هستند، چه به لحاظ سیاسی که سرکوب سنگین می شود، چه به لحاظ اجتماعی و حتی مسئله حق انتخاب پوشش برای بخشی از جامعه ایرانی که زنان ایران باشند. من در حین تحلیل برنامه‌ها نسبت به مقوله سفر آقای امیر عبداللهیان و برجسته کردن و قوقاسالاری و تبلیغات وسیعی که روی این موضوع نشان دادن که مثلا مکرون التماس کرده نقش جهانی جمهوری اسلامی به مثابه یک میانجیگری، خواستم یک نکته رو بگم. شما روزنامه ایران رو می‌بینید؟ ایران پل صلح، تکمیل کریدور شمال جنوب در دستور کار که دیدار آقای لاواروف آقای امیر عبداللهیان نشان میداد. من نکته رو که در این رابطه مشخص مایلم به استحضار شما هموطنان عزیز برسانم، چرا اساسا جمهوری اسلامی علیرغم آگاهی از این که خب خیلی محلی از اعراب ندارد در تاثیرگذاری راستین سیاست های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چرا که خود جمهوری اسلامی برای حل بحران سفارت سوزانش ناگزیر به کشوری مثل عراق بایستی به تعبیری تمکین کند که برنامه ریزی بشود که رفع خصومت و کدورت بین پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی بشه و قطعا کشورهایی در اشلهای کوچکتر به لحاظ جمعیتی و سرزمینی مثل قطر و بحرین و امارات به غایت قدرت بیشتری در سایر حوزه ها و شاخصه ها دارن که خب جمهوری اسلامی همگان میدونیم که محلی از اعراب در تأثیر میدانی برای پیشبرد اهداف جهانی نخواهد داشت. اما چرا چنین میکنن؟ یک نکته رو که من میخوام در این رابطه اشاره کنم، چرا که میبینم در توییتر، در کلاب هاوس به طور مشخص این مسئله رو مطرح میکنن و به مثابه یک قدرت از جمهوری اسلامی یاد میکنن گروه های مدافعان انقلاب. من این نکته رو باید اشاره کنم که اتفاقا این شیوه کارکردیشون هم به نحوی از آنها دارن تلاش میکنن که خودشون رو همپوشان و همسنگ و هموزن نظام پیشین بدانند و بنامند. از آنجایی که نظام پادشاهی پهلوی به مثابه ژاندارم منطقه، به مثابه یک قدرت برتر در کشورهای منطقه خاورمیانه و نقش ناجیانه ارتش پادشاهی ایران در مقوله ظفار در کشور پادشاهی عمان که سالیانی دوستی رو تعمیق کرد،
خیلی جالب است که جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی تلاش میکنن که در یک بازآفرینی تاریخی خودشون رو نشون بدن که مثلا اگر جمهوری اسلامی مداخله‌ای در شامات میکند، اگر در یمن میکند، اینها جز مؤلفه های امنیت ملی است، چنان که پادشاه پیشین ایران در راستای تأمین منافع امنیت ملی مثلا به عمان میرفت. این رو حتی مثال هم میزنند. اما فارغ از این که تعمیق و تلاش برای نگهداشت یکی از خونریزترین خودکامگان خاورمیانه به نام بشار اسد و این حجم هزینه 18 میلیارد دلاری بنابر گزارشی که مجلسیان، آقای یکی از نمایندگان مجلس که حضور ذهن نداره، مطرح کرده بود، کاملا مقایر و متفاوت است با نوع برخوردی که پادشاه فقید در کشور عمان صورت داده بود. یک گروه تبهکار کمونیستی بخش از کشور رو به اشغال در آورد و بنابر خواست دولت پادشاهی عمان، پادشاهی جمهور ایران وقت به تعبیری به نجات اون کشور رفته بود. این به تعبیری همسانسازی های جمهوری اسلامی جالب اینجاست که علارغم شاهکشی ها، علارغم عقده و عناد کور با نظام پادشاهی پهلوی، حتی در انتهای تاریخشون که به زوال نزدیک هستن، بخوان گزاری قوت آفرین برای خودشون بر بشمارن، تلاش دارن که خود رو همپوشان مدیریت سیاسی پهلوی کنن. این نکته قابل توجه هست. اینها دیدن که مثلا آقای فروغی ها داشتیم که در مقوله آذربایجان ما به روسیه میرفت و با مقامات وقت روسها به تعبیری مذاکره میکرد و اثر میگذاشت، اونم تو جنگ جهانی های قبل جنگ جهانی یا جنگ سردی که در دنیا حاکم بود، که اصلا اساسا پیشبرد گفتمان سیاسی امری بسیار سخت تر بوده. اونها جمهوری اسلامی و امیر عبداللهیان کاریکاتوری از دیپلمات های عهد پهلوی هم نیست که بخواهن اینقدر قوقا سالاری کنند و فقط برای خوراک نهله ها و نوچه های محفلی و دخمه ای خودشون، مبنی بر این که مکرون التماس کرده که مثلا شما بیایید میانجی شوید و ناجی شوید بین جنگ اوکراین و روسیه. کارنامه جمهوری اسلامی در مداخلات منطقه‌ای به قدری سیاه هستش، از شامات تا عراق تا لبنان تا یمن، که اون نقش میانجی رو که مد نظر دارد برای کاهش تفرقه افغانی ها و کاهش فرقه گرایی ها در کشورهای مورد نظر، چون این نقشی رو نمیتواند ایفا کند، چرا که اساساً با یک نگاه ایدئولوژی گستر، ذیل عنوان هلال شیعی، ذیل تئوری های شیعه سازی تا جنوب آفریقا، این تفکر نمیتواند همه مردمان کشورهای همسایه و منطقه رو به نحوی از آنها به مهر وادارد که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو از منظر مهر ببینند، در حالی که ما شاهد آن هستیم که بسیاری از هموطنان اهل تسنن ما ذیل همین نظام فقهی شیعه در داخل ایران تحت ظلم مضاعف هستند. تک رویدادی بود، من وقتم عملا به انتها رسیده، خیلی مایل بودم اشاره کنم، خیلی متاسف شدم و خیلی متاثر شدم. زنده یاد عباس معروفی، نویسنده نامی کشورمان، درگذشت. عباس معروفی رو خب بسیاری از شما هموطنان عزیز و همنسلان من با رمان معروف سمفونی مردگان میشناسید و همینطور نشریه پرتیراژ گردون که یک مجله ادبی بوده و در دهه 60 منتشر میشد و ایشان، یعنی زنده یاد عباس معروفی، به خاطر مشی روشنگری و روشنفکری خود، همینطور خب ایشون از همنشینان زنده یاد گلشیری بوده، ایشون از اعضای کانون نویسندگان بوده و اساساً در تحریر و نگارش و در رمان نگاری و ادبیات همواره لحن و لسان و قلمی ناقدانه به مفاهیم سنت داشته که این تقابل سنت و مدرنیته نظام سنتی حاکم رو با ایشان به لجاجت حد اکثری کشاند، تا جایی که ناگزیر شد کشور عزیزش ایران رو ترک گوید و به آلمان برود. آنجا هم منشأ خدمات بیشمار شد تا اینکه به علت ابتلا به بیماری سرطان جان سپرد. یاد و نام همه فرزندان فرهیخته دورمانده در میهن رو گرامی می‌دارم و یاد و نام زنده یاد عباس معروفی رو نیز گرامی می‌داریم.
و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسه. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.